سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم با همدیگه در مورد ماتریس های وارون پذیر صحبت بکنیم همونطور که میدونید توی مجموعه اعداد حقیقی اعداد حقیقی هر عدد غیر صفری یک وارون داره که وقتی توی وارونش ضرب میشه حاصل برابر با یک خواهد بود مثلا عدد دو وارونش چی هستش؟ وارونش یک دوم یا نیم هستش که اگر دو رو توی وارونش ضرب بکنیم برابر با یک میشه پس هر عددی که غیر صف باشه توی مجموعه اعداد حقیقی وارون پذیر هستش حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا توی مجموعه ماتریس ها هم یک رابطه وارون بودن برای ماتریس ها میتونیم تعریف بکنیم و اگر میتونیم همچین رابطه ای رو تعریف بکنیم آیا مثل اعداد حقیقی هر ماتریس غیر صفری وارون پذیر هست یا نه خب بیاید اول به سوال اول جواب بدیم یعنی بیاید تعریف رابطه وارون بودن رو برای ماتریس ها ببینیم خب اولین چیزی که هست این رابطه رو ما برای ماتریس های مربعی تعریف میکنیم پس بیاد فرض بکنیم که فرض کنیم آ یک ماتریس مربعی باشه آ یک ماتریس مربعی باشد خب در این صورت اگر یه ماتریس A منفی یک وجود داشته باشه اگر ماتریس A منفی یک وجود داشته باشه به طوری که دو تا رابطه برقرار باشه رابطه اول اینکه که آمنفیه یک زربدره ببخشید آ منفیه یک ضبدره آ مساوی با ماتریس همانی یا آی باشه و دومین رابطه اینکه آ زب در آ منفیه یک هم مساوی با ماتریس همانی یا آی باشه خاطرتون هست که توی ماتریس ها وقتی دوتا ماتریس که تو هم ضرب میشن رو جابجا به جا میکردیم ممکن بود حاصل ضربشون فرق بکنه برای این به خاطر همین هستش که ما میگیم آ منفی یک در آ میخوایم مساوی با ماتریس همانی باشه و آ در آ منفی یک هم مساوی با ماتریس همانی باشه در این صورت میگیم که آ وارون پذیره آنگاه آ وارون پذیر است و این ماتریس آ منفی یک هم بهش میگیم وارون ماتریس آ و آ منفی یک وارون ماتریس آ است خب اول یه نکته کوچیک رو به خودمون یادآوری بکنیم ماتریس همانی یا آی چی بود مثلا آی دو در دو برابر بود با ماتریس قطری که همه درایه های قطر یک هستن یعنی آی دو در دو میشه یک صفر صفر و یک ماتریس همانی هستش آی درسته خب آی توی مجموعه ماتریس ها همون نقش عدد یک رو برای اعداد حقیقی بازی میکنه پس همونطور که یک عدد زب در وارونش مساوی با یک میشه یک ماتریس زب در وارونش یا وارون ماتریس زب در خودش برابر با ماتریس همانی میشه خب بیاید اول یک مثال با هم دیگه ببینیم از وارون پذیر بودن ماتریس ها البته قبل از اینکه مثال رو من بهتون بگم یک نکته میخوام بگم اینکه برخلاف اعداد حقیقی همه ماتریس ها وارون پذیر نیستن پس این نکته چون مهمه من با قرمز براتون مینویسم همه ماتریس ها یا حتی همه ماتریس های مربعی بهتر بگیم همه ماتریس های مربعی ماتریس های مربعی وارون پذیر نیستند. خب شرط اینکه یک ماتریس مربعی وارون پذیر باشه رو جلوتر با هم دیگه میبینیم اما پس این یه فرق اساسی بین ماتریس ها و اعداد حقیقیه چون توی اعداد حقیقی هر عدد غیر صفری وارون پذیر بود ولی توی ماتریس ها ماتریس های مربعی هر ماتریس غیر صفری وارون پذیر نیستش خب قبل از این که بیشتر صحبت بکنیم در مورد وارون پذیری بیاید یه مثال با هم دیگه ببینیم من یه ماتریس A اینجا به شما میگم ماتریس آ ما هست پنج سه دو و یک و ادعا می کنم که من ما این ماتریس وارون پذیره و وارونش منفی یک برابر با این هستش منفی یک سه دو و منفی پنج خب بیاید با هم دیگه امتحان بکنیم ببینیم این ادعای من درسته یا نه خب برای اینکه دارم امتحان بکنیم اول بیاید آ منفی یک ضرب در آ رو با هم دیگه به دست بیاریم آ منفی یک در آ مساوی با چی میشه درایه یک و یکش میشود منفی پنج به علاوه شیش درایه یک و دو میشود منفی سه به علاوه سه درایه دو و یک میشود چی؟ میشود ده منهای ده و نهایتا درایه دو و دو می شود چی؟ می شود شیش منهای پنج درسته؟ که خب این برابر با چی هستش؟ برابر با یک، صفر، صفر و یک هستش که همون ماتریس همانی ها آی هستش خب پس اولین شرطمون برقرار بود حالا بیاید دومی رو چک بکنیم یعنی آ در آ منفی یک ببینیم چی میشه آ در آ یک درایه یک و یکش میشه چی؟ میشود منفی پنج به علاوه شیش منفی پنج به علاوه شیش درایه یک و دو میشه چی؟ میشه پونزده منهای پونزده درایه ی دو و یک میشه چی؟ میشه منفی دو به علاوه دو و نهایتا درایه دو و دو میشود شود 6 منهای 5 که این هم مساوی با چی هستش؟ یک صفر صفر و یک که همون ماتریس همانی آیه پس این ماتریس ما واقعا وارون پذیر بود و چون هر دوتا این شرط ها برقرار بود این آمنفی یکی داده شده واقعا وارون ماتریس آ هستش خب حالا بیاید دو تا قضیه کوچیک در مورد ماتریس های وارون پذیر با هم ببینیم قضیه اولی که میخوایم ببینیم قضیه یک میگه که اگر یک ماتریس آی وارون پذیر باشه اگر ماتریس آ وارون پذیر باشد وارون آن یک تاست یعنی یه ماتریس بیشتر نیست که وارون ماتریس آه وارون آن یک تاست خب بیاید این قضیه رو با هم دیگه اثبات بکنیم بیاید فرض بکنیم از برهان خلف استفاده بکنیم پس برای برای اثباتمون داریم از برهان خلف استفاده میکنیم بیاید فرض بکنیم که A دو تا وارون داره یکیش رو اسمش رو میذاریم B پس مثلا A دو وارون دارد اسمشون هم میذاریم B و C خب پس بنابراین طبق تعریف ما داعت داشته باشیم B زب در A مساوی A زب در B مساوی A هستش و همچنین C زب در A مساوی A زب در C مساوی با A هستش و همچنین B هم با C مساوی نیست چون دوتا قرار شده که وارون آ یک تا نباشه دوتا وارون مختلف داشته باشه خب حالا بیاید ما از این شروع بکنیم که ما ماتریس بی رو میتونیم بگیریم بی مساوی با ضرب خودش در ماتریس همانی دیگه چون طبق تعریف هر ماتریسی توی آی ضرب بشه برابر با خودش میشه از هر سمتی هم میتونیم این ضرب رو انجام بدیم خب حالا میایم به جای آی که اینجا داریم چی میذاریم به جاش میذاریم آ ضرب در سی چون آ ضرب در سی هم با آی برابره پس بی مساوی میشه با بی ضرب در آ در سی از طرفی به خاطر خاصیت اشتراکی ضرب ماتریس ها این ضرب رو میتونیم به این ترتیب انجام بدیم دیگه اول بی رو تو آ ضرب بکنیم بعد حاصلش رو توی سی ضرب بکنیم درسته پس این مساوی میشه با خود بی مجددا اما بی ضرب در آ چون بی وارون آ هست برابر با چی میشه برابر با آی میشه پس این برابر با آی زبدر در ماتریس C هستش درسته آی هم چون ماتریس همانیه زبدر در ماتریس C برابر با چی میشه برابر با خود C میشه پس ما از اینجا نتیجه میگیریم که B با C مساوی هستش برخلاف فرضی که کرده بودیم کس این یک تناقضه و آ نمیتونه بیشتر از یک وارون داشته باشه اگه بیشتر از یک وارون داشته باشه با هم دیگه مساوی میشن پس وارون ماتیس A یک تا هستش خب دومین قضیه که میخواستم بگم و توی ویدئوی بعدی با هم دیگه صحبت میکنیم در موردش تا این همینجا فکر میکنم بحثمون کافی باشه برای امروز خب توی کلاس درس بعد میبینمتون خداحافظ